بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اون جایی که شغل های حرام و درآمد های حرام هم در دنیا هم در آخرت در زندگی مادی و معنوی انسان تأثیرات بدی داره، لذا لازمه که انسان با شغل های حلال و حرام، درآمد های حلال و حرام آشنا بشه. در این شبها که درباره درآمدها و شغلهای حرام که صحبت می‌کردیم، از جمله فرمودن شغلها و درآمدهای حرام اینه که انسان در مراکز فساد و فحشا و قمار و شراب و امثال اینها کار بکنه، ولو در این مراکز یک کارگر باشه، کارگر ساده‌ای هم باشه یا کارمند اونجا باشه، این حرامه و درآمدی که از این راه‌ها به دست میاره فرمودن حرامه. مسئله دوم این است که دلالی گرفتن برای معاملات حرام اون هم حرامه. بعضی خودشون ممکنه کار حرام نمی کنن ولی واسطه در کار حرام هستن، دلالی می کنن. مثلا در یه معامله ربوی که ربا توشه این دلالی می کنه یا واسطه گری میکنه برای کارهای حرام واسطه میشه، مثل اعمال منافی عفت واسطه میشه، دو نفر رو از راه حرام به هم میرسونه و پولی میگیره. اینها درآمد حرامه و این پولهایی که گرفته باید به صاحبانش برگردونه. و همچنین اگر اجناسی رو که دولت بابتش یارانه میپردازه اینها رو انسان به قیمت آزاد به فروش ببره و درآمدی کسب کنه، این درآمدها هم حرامه. مثل اینکه فرض بفرمایین مثل آرد آزاد، حالا که آزاده میگن آزاده ولی باز محدودیت داره، یا مواد سوختی، بنزین دولتی و امثال اینها رو اگر انسان از این راه‌ها درآمدی داشته باشه، به نظر مرحوم امام و عده‌ای از مراجع فرمودن درآمد از این راه ها هم حرامه. شب جمعه است، نثار و اموات، گذشتگان، علما، شهدا، مراجع، روح امام امت، فرزندان امام، گذشتگان خودتون، بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خواهد.